شباهنگ رو ادامه میدیم و به گفتگوی امشب میرسیم. شهزاد سپانلو در تهران متولد شد و زمانی که 12 سال داشت ایران رو ترک کرد و پس از چندی به آمریکا آمد. او مدرک کارشناسی خود رو در رشته جامعه شناسی از دانشگاه UCLA دریافت کرد و مدتی هم در همین دانشگاه مشغول به کار شد. شهزاد سپانلو فعالیت‌های هنری خود رو با گروه سیلوئت آغاز کرد و پس از چندی 2 آلبوم سولوی قصه ما و 1001 شب رو روانه بازار کرد. حالا پس از 5 سال سکوت، سومین آلبوم مستقل شهزاد سپانلو با نام تو به تازگی به پایان رسیده و از طریق آیتونز در اختیار علاقمندان قرار گرفته. از من تا من یکی از جدیدترین ترانه های شهزاد سپانلو. خانم شهزاد سپانلو، بهتون سلام میکنم. سپاسگزارم از اینکه با ما در لس آنجلس همراه هستیم. سلام بهنو جان، انشالله که حالت خوب باشه. سلام به همه بینندگان عزیز. خب خانم سپانلو، چند سال شما ظاهرن از صحنه دور بودید، حالا ما در این حد میدونیم که بعد از 5 سال آلبومی بالاخره ازتون بیرون اومد. چی کار میکردید؟ چرا انقدر طول کشید و زندگیتون چطور گذشته؟ کار مختلف، از جمله بچه‌داری و درس خوندن و آهنگسازی، ولی فکر کنم مهمترینش بچه‌داری بوده. این چند سال اخیر توضیح میدین که درگیر بچه‌داری بودین، چند تا بچه دارین، چگونه این دوران براتون گذشت؟ خب دومیش الان 9 ماهشه، برای همین این میتونه بهتون بگه که چقدر درگیر بودم این چند مدت. ولی 2 تا دختر کوچولو دارم، یکیش 4 سالشه و اون یکی هم که 9 ماهشه، لیلی و آیلا. اون وقت با وجود اضافه شدن اعضای جدیدی به خانوادتون فرصتی دارین که به کارهای هنری هم برسین؟ وقتی واقعا باقی میمونه؟ راستشو بخواین باید فرصت ایجاد کرد، برای اینکه آدم اگه نکنه ممکنه یه خورده افسردگی بگیره، برای اینکه هر چقدر بچه ها شیرینن و دوست داشتنین و با تمام وجودم دوستشون دارم، ولی به هر حال یک انسان باید به کارهای دیگرش هم در زندگی برسه. برای همین برای من موزیک همیشه یک کمکی بوده که بتونم
زندگیمو قشنگتر بکنم و ریلکستر باشم در حقیقت با موزیک. راجع به همین آلبوم تازه‌تون صحبت بکنیم. ظاهرا کار متفاوتی است، ترانه‌های فارسی داره، ترانه‌های به فرانسه هست، به انگلیسی و گویا با یک تهیه کننده غیر ایرانی شما همکاری داشتید. دقیقاً چگونه اتفاق افتاد تا این پروژه به این صورت آماده شد؟ چندین سال پیش من با یک آهنگساز ایتالیایی به اسم جان پیرو سکولیاری دوست شدم و ما روی یه مقدار آهنگای متفاوت شروع کردیم به کار کردن، آهنگای به انگلیسی. و اولین سری آهنگایی که روش کار کردیم رو چون که خیلی آهنگای موسیقی پاپ بودن و من زیاد نمیپسندیدم، پس گرفتیم که اصلا بذاریمشون کنار و حدود 3 سال پیش شروع کردیم و روی آهنگایی که به اصطلاح میگن World Fusion، یعنی یک میکسی از شرقی و غربی داره و این آهنگا به زبان فرانسوی، انگلیسی و فارسی خونده شده و به هر حال اون یه سری از تجربیات خودش رو به عنوان یک آهنگساز ایتالیایی و من هم به عنوان یک خواننده ایرانی اینو در کار گذاشتیم و به نظر من یه میکس جالبی شده. این آلبوم رو ظاهرا شما به صورت سی دی منتشر نکردید و از طریق آیتونز در اختیار دوستداران موسیقی هست. چرا تصمیم گرفتید به این گونه کارتون رو عرضه کنید؟ راستش بخواین این فعلا این کار انجام دادم برای اینکه از این نظر خیلی آسون تره، خودم تهیه کننده این کار هستم و به هر حال فکر کردم که اینجوری میتونم زودتر در دسترس دوستان بذارم، به خصوص دوستانی که در آمریکا و در اروپا هستن. میدونم که در ایران مشکل دستیابی به اینجور آلبوم ها و دیگه دوستان هر جوری که خودشون میتونن امیدوارم که به دستشون برسه این آهنگا، ولی به هر حال الان برام آسون تر این کار، ولی امیدوارم که در 7-8 ماه آینده بتونم که این آلبوم رو روی سی دی بگذارم. البته من میدونم این آلبوم به تازگی منتشر شده، شاید چند هفته، ولی ظرف همین مدت کوتاه فکر میکنید میتونه تجربه مفیدی باشه که بقیه هنرمندان هم کارشون رو از طریق آیتونز عرضه کنن؟ جامعه ایرانی، دوستداران موسیقی میتونن از این طریق حمایت کنن از هنرمندانشون؟ فکر کنم دوستان میتونن خیلی راحت تر از این طریق ما رو حمایت بکنن. حتما نباید مثلا مغازه ایرانی برن، میدونین هر کسی که دسترسی به وبسایت داشته باشه میتونه به آیتونز بره یا amazon.com، اونم یه سایت دیگه که این آهنگا توش هستش و میتونه این آهنگا رو به راحتی دانلود بکنه و روی سی دی مثلا بذاره. خب شخصا به نظر من خیلی خوبه آدم با کمپانی کار بکنه و پشتیبانی کمپانی رو داشته باشه، ولی الان یه خود وضع موسیقی زیاد خوب نیستش، برای همین به نظر من هنرمندا اگه میخوان که کاری رو ارائه بدن میتونن به راحتی این کارو در آیتونز انجام بدن و به دوستانشون بگن و واقعا طرفدارانم باید حمایت بکنن دیگه تا اونجا که میتونن.